این جلسه من یه مقدار میخوام بیشتر راجع به عبارت ها توی سی توضیح بدم. یه سری چیزهای خورده ریزم هستش که نگفته بودم، چه راجع به کاستینگ، چه راجع به مثلا اند لاین توی سی اوت، که یه مقدار اینا رو با هم میخوام بحث بکنیم. اول بذارید من یه دونه مثال از کارهایی که با کاستینگ میشه کرد و اینجا بهتون نشون بدم. توی کاست شما کاربردهای مختلفش رو دیده بودید. یه مثالش میتونه این باشه که شما مثلا یه دونه متغیر دابل اکس دارید. بعد این دابل اکس میتونه هر مقداری باشه، شما مثلا میتونید سی اینش بکنید، مثلا فرض کنید کاربر ما بذاره 4 5 5 6 7 8 9. بعد اینه شما فقط میخواین به صورت دو رقم اعشار نگهش داریم، بنابراین میخواین باشه 3.45 دیگه، بقیهشو نمیخواین. اینو چیکار میکنید؟ میتونید الان خودتون پاس کنین ویدیو رو ببینید که چطوری راه حل رو میشه پیدا کرد، بعد ادامه بدید دیگه. خب یه راهش اینه که شما بگید x مساویه با، ببینید ما اینجا 3.45 رو داریم دیگه، من گفتم این 45 رو میخوام، پس یه کلک اینه که من اینو ضرب در صدش بکنم، ممیز اعشاری بیاد اینا رو شامل بشه، بعد اینتش میکنم، اینت که کنم همه اینا رو میندازه میشه 345، بعد دوباره تقسیم بره صدش میکنم، پس میگم x ضرب در صد رو بگیر که این میشه 345 تو این مثال خاص ما. حالا میگم اینتش رو بگیر که این میشه 345 دیگه، اون ممیزا رو نداره، و بعد در آخر میگم تقسیمش بکنم به 100 ممیز که این عمل تقسیم به صورت اعشاری انجام بشه. پس میخواین یه بار تستش بکنیم ببینیم که کار کرد یا نه. الان ممکنه شما سوال داشته باشین، شما ممکنه بگین که خب ببینم این اینت، این اول روی این اعمال میشه بعد عمل تقسیم انجام میشه، یا اینکه نه اول این عمل انجام میشه بعد این تش انجام میشه، که این باز میگم بستگی به این داره که اولویت ها چطوریه. اگه اولویت عملگر کست که این باشه از عملگر تقسیم که اینجا باشه بیشتر باشه، که خب بله اول اون اینت انجام میشه، اگه نه تقسیم انجام میده. میگم هر وقت شک دارید یا امتحان کنید، یا اگه وقت امتحان کردن ندارید یه پرانتز دورش بذارید، ضرری نمیکنید. مثلا برای تو امتحان ممکنه بخواید پرانتز بذارید دورش، ولی به طور معمول شاید بخواید تستش بکنید. پس الان من اینو اگه افتحش بکنم که ببینم خط به خط چی میشه، و ای اول شد 3.45.56، اکس شد 3.45.56، بعد شد 3.45. پس اون حدس من درست بود که میگم کست کردن اول انجام میشه بعد عمل تقسیم. به طور کلی توی سی عملگرای تکی، عملگرای یه دونه ای، اینا اولویتشون از همه بالاتره. بنابراین مثلا اگه چه میدونم توی مثلا شرط ها شما داشته باشین not x کوچیکتر از 5، مثلا بگید if، یه همچین ایفی اگه بذارید، خب این ایف معنیش اینه که اول اکس رو ناتش کن بعد ببین کوچیکتر از 5 هست یا نه. حالا یه خود جلوتر بریم میبینید معنی این دقیقا یعنی چی، ولی به هر نکته که الان میخوام بگم اینه که اگه میخواید کل این شرطه نات بشه، نات رو اینطوری باید بذارید چون عملگر نات اولویتش از همه بیشتره. همچنین مثلا اگه بگید چه میدونم اکس مساویه با مثلا منهای اکس ضرب در مثلا 4، اول این منهای انجام میشه بعد اون ضرب در 4، همیشه عملگرای یکی اینا اولویتشون از همه بیشتره. یه نکته هم راجع به سی اوت و اند لاین بگم. شما بعضی از شما هم پرسیدن از من که مثلا من یه موقعی تو برنامه‌ام می‌نویسم مثلا سی اوت، بعد مثلا یک عدد وارد کنید، بعد اینو به من نشون نمیده سی، بعد من میگم سی این مثلا ای، خب میگن که اینو من وقتی افتحش میکنم این یک عدد وارد کنید رو نشون نمیده تا وقتی که میرسه اینجا، اینجا اون وقت تازه نشونش میده. شما ممکنه مثلا 5 6 تا خط اینجا بنویسید ولی هیچ کدوم رو نشون نده. یه کاری که میتونید بکنید اینه که شما میتونید از end line استفاده بکنید، که end line هم یه بک اسلش end میزنه میره خط جدید، و هم
یه کاری میکنه که میگه آقا هر چی رو که قرار بوده بنویسی همین الان الان بنویس، نگهش ندار. چون توی سیستم عامل و اینا هر چیزی که شما میخواد بنویسین معمولا میره توی یه چیزی به اسم بافر که یه جای میانیه، یه جاییه که چیزا نگهداری میشه، بعدن که جمع میشه به یه حد خاصی رسید اندازش اونا رو میریزه رو صفحه. ولی وقتی اند لاین میزنید این باعث میشه که همون موقع مقدار عددی که هر چیزی که رو صفحه نوشتین رو بندازه بیرون. خب حالا یکی از چیزهایی که ما میتونیم توی سی استفاده بکنیم، دیدید که مثلا من میتونم بگم x مساوی a مساوی با مثلا یه همچین چیزی. خب معنی این چیه؟ ببینید وقتی که من دارم میگم x مساوی با a مساوی یه چیزی یعنی چی؟ یعنی به طور ضمنی من دارم میگم این یه مقدار عددیه دیگه، درسته؟ تو کلاس هم دفعه قبلی بهتون نشون دادم که اینو وقتی که میگید a میشه 3 چون یه عدد دابل دارید میریزین توی یه اینت، بعد این معادل اینه که اینجا بگید 3، درسته؟ پس توی C شما هر عمل مساوی که انجام میدید این سمت راستشو اول محاسبه میکنه هرچی هست میریزه توی A، پس میگیم یه اثر جانبی داره این عبارت. چون ببینیم مساوی هم مثل جمع، مثل ضرب، مثل تقسیم، اینم عملگره. خب عملگریه که یه اثر جانبی داره، مقدار رو میریزه توی A و همون مقداری هم که ریخته توی A به عنوان نتیجه اون عمل داده میشه به هر چیزی که سمت چپشه. بنابراین مثلا اگه بگم A مساوی 3.45، این مثلا از نظر سی یه چیزی شبیه به اینه که من میگم ای به علاوه یه همچیزی، به هر حال این به یه مقداری براش محاسبه میشه، با این تفاوت که حالا وقتی که بگید مساوی اون مقداری که محاسبه میشه تو ای هم ریخته میشه. بنابراین مثلا شما میتونید کارایی بکنید مثل مثلا چه میدونم بگید B مساوی با 5 به علاوه A مساوی با 3 منهای 7، که این چی کار میکنه؟ این توی محاسبه این عملیات میگه اولا A مساوی 3 که خب توی پرانتزه، بنابراین اولویتش از همه بیشتره، پس یه اثر جانبی داره، A رو میذاره 3، مقدار این پرانتزه رو میذاره 3، 5 به علاوه 3 منهای 7 رو برای B حساب میکنه. از این کارا برنامه نویسا همون اولی که مثلا سی چه میدونم 20 سال پیش بود، کی بود که سی اولین بار ارائه شد، از این کارا خیلی زیاد میکردن برنامه نویسا که مثلا بتونن تا میتونن همه چی رو فشرده کنن تو یه دونه خط، یه عبارتی باشه که همه چی رو حساب بکنه و همه متغیرها رو مقدار بهش بده و غیره. ولی خب کار خوبی اصلا نیست، یعنی شما اصلا از این کارا نباید بکنید. اگه میخواین ایو بذارید 3، اول میگین بالا A مساویه با 3 و بعد اینجا میگید حالا یا A یا 3 هر چیزی. عبارت های خیلی پیچیده اینطوری درست نکنید، من که هم خانایش میاد پایین، یعنی مثلا معنایی رو نگاه بکنم خیلی عبارت راحتی نیست هضمش دیگه، هم این که یه موقعی ممکنه اشتباه بکنین، هم این که مثلا بعضی وقتی کسایی میان میگن آقا A مساویه 2 به علاوه A مساویه 3 منهای، یعنی چی؟ یعنی A آخرش 2 3 کدومشون اول انجام میشه؟ یعنی که از این کارا قاعدتا نباید کرد. پس عبارتاتون رو تا میتونین بشکنین، خورد کنین به قسمت های جزئی تر، محاسبه هاتون رو تبدیل بکنید، که میگه وقتی یه نفری نگاه میکنه با یه نگاه بتونه بفهمه که چیه. مثلا اگه شما یه عبارتی دارین که 10 تا ضرب و تقسیم داره، بعد نمیدونم تقسیم بر یه دونه مخرج یه صورت بزرگ، تقسیم بر یه مخرج بزرگ داره، اینا رو بهتره که مثلا صورتش رو اول حساب بکنید، مخرج رو بعدن حساب بکنید. بعدن اینا بهتون کمک میکنه که مثلا با F10 بفهمید خطای محاسباتیتون کجاست. مثلا یه فرمولی رو اگه اشتباه تایپ کرده باشین، عددی که میگیرید درست نباشه، اینطوری میتونید آقا مثلا تیک تیکش رو امتحان بکنید ببینید آیا این تیکش درست حساب شده، اون تیکش درست حساب شده، هر کدومو تو یه خط جداگانه میتونید حساب بکنید. خب حالا یه نکته ای، ببینید وقتی که من میگم عملگر مساوی یه عددی رو برمیگردونه، پس از نظر سی این A مساوی 3 سه رو میذاره توی A، این اثر جانبیشه، کل این عبارت هم به این تر تبدیل میشه دیگه، درسته؟ پس اینم یه جمله صحیح سیه، یعنی شما میتونید یه مقدار، الان ببین من مثلا F10 هم بزنم ارور میده، ارورش خط اول نیست، بهتون قول میدم سی اینت نوشتم به جای سی این، F10 که بزنم
میبینید که قشنگ اجرا میشه، هیچ مشکلی هم نداره. از روی این خط سه سه میکنن پرید، برای اینکه خب کامپایلر میدونه که این هیچ کاری نمیکنه، واسه همین میتونه از روش بپره، میدونه که هیچ کار مفیدی انجام نمیده، بعد میره بقیه خطا رو انجام میده. اتفاقا این یه نکته جالبی هم هست، بعضی وقتا وقتی که شما دارین برنامه‌تون رو دیباگ میکنید، خطایابی میکنید، مثلا یه خطی دارید A مساوی 3، بعد از A هیچ استفاده نمی کنید، مثلا B رو میگید مساوی با مثلا 5 منهای 7، بعد این پایین تر میگین A مساوی با 5. خب یه موقع های وقتی که یه همچین چیزی رو اجرا میکنید، این A مساوی 3 رو وقتی F10 میزنید میبینید اصلا از روش میپره، این A مساوی 3 رو انجام نمیده، هیچ کاری باهاش نمیکنه. دلیلش اینه که کامپایلر میفهمه که آقا شما اینجا A رو 3 گذاشتین، هیچ استفاده ای ازش نشد تا وقتی که رسیدیم اینجا، اینجا داریم میگین A مساوی 5. بنابراین اون A مساوی 3 یه عمل بیخوده، یه عملیه که به هیچ دردی نخورده و هیچ فایده‌ای برای شما نداشته. بعضی از کامپایلرها اینو به شما چیز میدن، پیغام اخطار میدن، میگن حواست باشه اینو احتمالاً اشتباه کردین. بذار ببینم اینجا کرده این کارو. نه، اینجا تنها ایرادی که از شما میگیره اینه که میگه اکستون و متغیر اکستون استفاده شده بدون اینکه مقدار دهی اولیه بشه، که درستم میگید که من قبلا داشتم x مساوی 3 4 5 6 ولی الان هیچ مقدار دهی اولیه نشده ولی ازش استفاده کردم توی این عبارته. پس میخوام بگم بنابراین گیج نشین، بعضی وقتا این اتفاق میفته که شما میخواین یه برنامه‌ای رو کامپایلش میکنین، میخواین دیباگش بکنین، خطایابی بکنید، بعد میبینید که بعضی خطا رو انجام نمیده و از روش میپره. خیلی خب، پس حالا اگه بخواید، من کتاب دکتر داورپناه کلی از این مثالا داره که مثلا شما استفاده میکنین B مساوی با A مساوی 2 به علاوه مثلا A مساوی 3، بعد این مثلا تو کامپایلر بردنسی چی میشه، تو کامپایلر توربوسی چی میشه. اگه براتون جالبه به عنوان اطلاعات عمومی برید نگاه بکنید، ولی من به هیچ عنوان توصیه نمی کنم که از عملگر مساوی در سمت راست یه عبارت دیگه استفاده بکنین، چون اصلا کار خوبی نیستش. تنها چیزی رو که میتونید استفاده در زمین، واقعا من تو امتحان ازتون نمره کم میکنم اگه ببینم یه همچین کارایی کردید که A مساوی 2 و A مساوی 3 رو گذاشتید وسط مثلا چیز. میگم این کارا مال اینه که بعضی وقت آدم یهو ببینه ای نگاه کن چقدر بامزه، من این برنامه‌مو مثلا خلاصش کردم تو یه خط، یا مثلا نگاه کن این عبارت منو نگاه میکنی هیچی ازش نمیفهمی، مثلا بامزه است، ولی برای برنامه نویسی کار خوبی نیستش که انجام بدید. تنها کاری که میتونید انجام بدید و اشکالی نداره اینه که مثلا بگید B مساوی A مساوی C مساوی با بدبخت یه عبارتی این طرفش، اینش اشکالی نداره چون اینو مردم عادت دارن و مثلا دیدن توی C. ولی میگم عبارتهای پیچیده تر استفاده نکنید. مثلا این یه دونه اسلاید از اسلایدهای کتاب دکتر داورپناهه، ببینید یه همچین عبارت خیلی پیچیده ای رو میگه S مساوی T مساوی با، بعد یه همچین عبارت خیلی پیچیده ای که تازه وسطش هم داره M مساوی N به علاوه 2 ضرب در منهای K و غیره دیگه. بعد وقتی پرانتزا نشون میده که مثلا کدوم عمل اول انجام میشه، کدوم عمل بعدن انجام میشه و اینا، و تازه اینا مثلا معلوم نیست مقدار این عبارت چی بشه، برای اینکه شما وقتی که نگاه میکنید این M مساوی با N، اینی که اینجا شما دارید M مساوی با N منهای یه چیزی، نمیدونید آیا اول این انجام میشه و مقدار M تعیین میشه که اون وقت بعد توی M منهای 5 اون مقدار جدیده یعنی این مقداره حساب میشه، یا نه مقداری که اون قبلش بوده. مثلا شما میتونستید داشته باشید M مساوی با مثلا 9 این بالاتر، بعد وقت میخوام ببینیم آیا اینجا 9 منهای 5 اول حساب میشه بعد M مساوی با این قرار میشه یا بالعکس. که میگم اینو تازه کامپایلرها هیچ تضمینی به شما نمیدن که اول کدومو انجام بدن، بنابراین یه همچین کارهایی رو نکنید هیچ وقت. اگه یه همچین عبارتی دارید تیکه تیکه حسابش کنید، تو متغیرهای مختلفی قرار بدید و بعد در آخر اینا رو با همدیگه ترکیب بکنید که برنامه‌تون یه برنامه ساده‌ای باشه. خب حالا من این حرف رو راجبه چیزا زدم، راجبه مثلا A مساوی عملگر تساوی و اینا زدم. شرط ها هم اگه یادتون باشه من گفتم شرط چطوریه، من میگم توی C if مثلا A کوچیکتر از 5 اون وقت مثلا این کار رو بکن، else اون کار دیگر رو بکن. خب
تمام اینا هم، این شرط ها هم، اینا هم یه جور باز عبارتن توی سی که یه مقداری رو برمیگردونن. شرط کلن تشکیل شده از یه عبارتی، بعد عملگرهای مقایسه ای مثل کوچکتر، بزرگتر، کوچکتر مساوی، دو مساوی یا نامساوی، خب، و یه عبارت دیگه که اینا حالا هر کدوم هر چقدر پیچیده میخوان میتونن باشن. حالا اگه کل این شرط صحیح باشه، این عبارت یک رو برمیگردونه. در غیر این صورت کل این عبارت صفر رو برمیگردونه. پس عبارت شرطی میگه چی؟ در حقیقت داره میگه if یه عبارتی، خب اون وقت این کارو بکن، یا در غیر این صورت اون کار دیگر رو بکن. پس من میتونم بگم مثلا if یک see out بکن مثلا AAA، else see out بکن BBB. خب که این داری چیکار میکنه؟ این میگه اگه این عبارت درست بود، که یعنی مقدارش یک بود که همیشه اینجا یک هست، بنابراین بنویس AAA. پس این برنامه همیشه فقط بنویس AAA. تمام کل این خطها معادل هست اینجا با این، که دوباره باز میگم کامپایلر ممکنه اصلا این if یک شما رو اصلا اجرا نکنه، یعنی کامپایلر ممکنه این رو و این رو حذف کنه، بفهمه که اینجا اشتباهه. بذار من F10 بزنم ببینم این کارو میکنه یا نه. خطا چی داریم؟ سی تعریف نشده. F10 اینجا داره یکو انجام میده، خب یکو انجام داد، سی اوتش کرد، ولی میگم در حالت دیگه ای ممکنه که این کار رو نکنه. در ضمن بذارید من یه نکته ای رو هم الان بهتون بگم، حالا احتمالا الان به درتون نمیخوره ولی بعدن که یه مقدار پیشرفته تر شدین، من توی ویژوال سی میتونم بیام بگم توی پراجکت، بعد set active project من اینه، ببخشید توی build میتونم بگم set active configuration، که این یا دیباگه، که توی دیباگ کامپایلر تمام اطلاعات مربوط به اسم متغیرها و اینا رو نگه میداره، خیلی خیلی کد شما رو بهینه نمیکنه، مثلا چیزایی مثل if 1 مثلا اینا رو لزوماً در نمیاره، ولی یه مود دیگه که این میگم، این برای موقعی که شما دارین برنامه رو تازه مینویسید، خطایابی میکنید، میخواین خط به خط اجرا بکنید و اینا، اندازه کدتونم نسبتاً بزرگه که الان مثلا اگه من اینجا برم توی چیز بهتون نشون بدم، توی همون فایل پروژتون، محل پروژتون، اگه ببینید یه دونه فولدر به اسم دیباگ وجود داره، که توی دیباگ میرید این سلام اگزه یه برنامه‌ایه که همون کاری که شما توش برنامه رو نوشتید همون کار رو انجام میده. الان من اگه رو این کلیک بکنم، آخرین بار اون چیزی که انجام داده بودیم، بذار اینو کنسلش بکنم، F7ش بکنم، وقتی که اینو اجراش بکنیم عین این میمونه که شما اینجا مثلا کنترل F5 زده باشین، یک عدد وارد کنید، پرس انی کی تو کانتینیو. خب حالا من اگه یه دونه سی این بذارم، این باعث میشه که متوقف بشه و من ببینم که چه اتفاقی میفته دیگه. بذار کنترل F5ش بکنم، میگه یک عدد وارد کنید 34، پرس انی کی تو کانتینیو. خب این وقتیه که من کنترل F5 میزنم توی محیط دیباگ، اینجا که اجراش میکنم یک عدد وارد کنید، دیگه پرس انی کی تو کانتینیو رو نمینویسه برای من، چون شما فرض میکنه که شما برنامه رو میخوان از اول تا آخر اجرا کنید، تموم که شد برید سراغ یه کار دیگه. اینجا توی محیط دیباگ کنترل F5 که میزنیم پرس انی کی میزنه، F5 اگه بزنید مثلا 34 پرس انی کی رو نمیزنه. F5 رو اگه نگاه بکنید توی دیباگ باید بهتون بگه که چیزو اجرا بکن، برنامه رو اجرا بکن از اول تا آخر. خب حالا پس بریم توی اون build set active configuration که میذارین، تو release که میذارید، اولا که این فایلتون رو نگاه کنین، 193K 2/15/11/23 PM درست شده. حالا میذارم تو release، حالا وقتی که Ctrl F5 رو میزنم دوباره اجراش میکنه،
دوباره کامپایلش میکنه. 45 میزنم. این تو دیباگ بود دیگه. میرم بالا. یه دونه دایرکتوری دیگه درست کرده، ریلیز. که توی ریلیز حالا سلام اگزه هست 44K. درسته؟ پس ببینید این الان دیگه هیچ کدوم از اطلاعات مربوط به اسم متغیرها و غیره رو نداره. الان من اگه اینجا بگم مثلا F10 به هم میگه S home kia temp salam release salam exit does not contain debugging information. Press OK to continue. یعنی اطلاعات مربوط به اینکه این خط الان کجای اون فایل exit رو نداره، اسم این متغیر اینه یا اونه رو نداره، بنابراین نمیتونه برای شما خط به خط اجرا بکنه. حالا من اوکیش رو میزنم، میگم یعنی باشه اشکالی نداره، من هنوز میخوام که برنامه رو خط به خط اجرا کنی. بعد ببین اون الان اینجا به شما چیا رو نشون میده. اینا دستورای ماشینه، دستورای در حد زبان ماشینه که دیگه کوچیکترین عملیاتی که انجام میدی، مثلا متغیر رو میخواین مساوی یه چیزی قرار بدید، میره واقعا نگاه میکنه به حافظه. مثلا این الان ببینید مقدار مثلا صفر رو داره میذاره توی مثلا یه متغیری، این الان مثلا باز یه آدرسیه، یه مقداریه که داره مثلا میگه پوش بکن. حالا اینا یعنی چی؟ من یه خود جلوتر که بریم من اینا رو براتون توضیح میدم که یه برنامه سی چطوری تبدیل میشه به برنامه زبان ماشین. ولی به هر حال F10 که بزنم الان در حد زبان ماشین اینو خط به خط برای من اجرا میکنه. بسیار خوب. پس اینم باز حالا تو ذهنتون باشه. شیفت F5 میزنم که از چیز بیاد بیرون. بنابراین وقتی که شما برنامه‌تون رو کامل کردید و تموم شد و خواستید که مثلا ارزش کنید به بازار، دیگه این اکتیو کانفیگوریشنتون رو میذارید ریلیس، نمیذارید دیباگ. بعد این باعث میشه که کسی هم نتونه از اگزه برنامه‌تون بفهمه برنامه چیکار میکنه. اگه شما اینو تو دیباگ بذارید، اگزه رو که بدید به یه نفری، اون اگزه ها رو اینا میتونن برن ته و توش رو نگاه بکنن، اسم متغیرها رو میگن کامپایل برعکس کردن، اسم متغیرها و اینا رو نگاه بکنن، از روی اون یه برنامه سی به دست بیارن که تقریبا میشه فهمید برنامه شما چیکار میکنه. ولی وقتی ریلیس میکنی تمام اطلاعات از توی فایل اگزه در میاره و متوجه نمیشه کسی که این چطوری کار میکنه. خیلی خب، بذارید برگردیم به افمون. حالا من اینجا توی ریلیس، اینو اصلا دلیلی که شروع کردم راجع به ریلیس حرف زدن اینه که تو ریلیس هم معمولا اینجور چیزها رو هم حذف میکنه. حالا ما چیز بود، زبون ماشین بود، نمیخواستم بهتون دونه دونه نشون بدم که این دقیقا چی کار میکنه، ولی اگه برید و نگاه بکنید خواهید دید که این F1 رو دیگه اجرا نمیکنه که ببینه آیا شرط رو بذاره نذاره، یا همچین چیزی رو اصلا توی برنامه نمیذاره، چون میدونه که هیچ وقت اجرا نمیشه. بسیار خب، پس توی ایفمون ما میتونیم یه عبارتی مثل این داشته باشیم. این عبارت یعنی چی؟ if b سی out کن اینو، در غیر صورت سی out کن اونو. فکر کنید راجع بهش، قاعدتا باید بتونید جوابشو پیدا بکنید. خب من اینجا میدم سی این بی، بی رو از ورودی بگیره. خب مثل کنترل F5ش بکنم، به بی میدم مثلا 45، می‌نویسه AAAA. خب که این میگه چی؟ if 45 غیر صفره. ببینید هر چیزی که صفر باشه غلطه، یعنی از نظر منطقی چیز فالسه، درست نیست. هر چیزی که غیر از صفر باشه درسته، از نظر منطقی صحیحه و اجرا میشه. بنابراین اگه من اینجا 45 دادم، 45 صفر نیست، بنابراین شرط صحیح حساب میشه. بنابراین می نویسیم ای ای ای. اگه من بنویسم صفر، اگه به جای بی بدم صفر، می نویسه بی 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 بی. درسته؟ بنابراین توی برنامه‌تون اگه یه موقعی می‌خواید ببینید که یه متغیری آیا صفر هست یا نه، میتونید این کارو بکنید. میتونید بگید if b این کارو بکن، در غیر این صورت اون کار دیگر رو بکن. یا نه مثلا می‌خوایم ببینید آیا عددتون زوجه یا فرده، چیکار می‌کنید؟ میتونید بگید if b درصد 2. یعنی چی؟ یعنی اگه شما به 2 تقسیمش کردید باقی موندهش 1 شد، بنویس فرد، در غیر این صورت بنویس زوج. مثلا کنترل F5 بکنم، مثلا 34 بنویس زوج. کنترل C زدم که از برنامه بیاد بیرون. کنترل F5 23 میگه فرد. خب من از این اصطلاحات زیاده توی سی. اگه من میخوام ببینم اگه یه عددی غیر صفره، بنویس مثلا فرد، میتونم بگم if not b،
نات اگه یادتون باشه عملگر منطقی نقیض بود دیگه، شما نقیض میکردین یه چیزی رو. حالا بی اگه غیر صفر باشه نقیض بی میشه صفر، اگه بی صفر باشه نقیض بی میشه یک. بنابراین بازم بذارین الان اجرا بکنم، بی رو میدم 34، مینویسه زوج، درسته؟ بی رو دادم 34، پس این شد صفر. اگر صفر بنویس فرد، در غیر این صورت بنویس زوج که در غیر این صورتش درست بود. و میتونم کنترل فنج بزنم اینجا صفر رو بدم و برای من مینویسه فرد، که اینجا بازم دیدیم که درست انجام داد که صفر نات بیمون میشه یک، بنابراین برای ما مینویسه فرد اینجا. حالا اینو به من بگید که اگه بگم if b مساویه با 3 این چیکار میکنه؟ اگه یادتون باشه من همیشه از اول بهتون میگفتم که این کارو بکنید دیگه، اگه میخواد ببینید b مساوی با 3 هست این کارو بکنید و هیچ وقت از این عملگر استفاده نکنید. این از معمول ترین خطاهای برنامه نویسی سیه، که حالا اگه من F10ش بکنم این خطای کامپایلر به من نمیده، کامپایلش میکنه F10، ولی چه اتفاقی میفته؟ الان من سی این دارم میکنم b رو، مثلا اینجا بدم 45. خب پس بی شد 45، حالا F10 که میکنم بی رو گذاشت 3. پس ببین یادتون باشه بازم اینجا چیز عجیبی نیست، اینو باید به خودتون میتونستین جواب بدید. بی مساوی 3 یه عبارته، این یه عملگره اینجا که چیکار میکنه؟ یه اثر جانبی داره، 3 رو میذاره توی بی و مقدار کل این عبارت میشه 3. حالا if 3 که 3 غیر صفره، شما میتونید این غیر صفر رو به عنوان یه شرطی که صحیح شده حساب بکنید. سی اوت فرد رو برای ما میکنه که میبینید که الان این خط رو هم داره همینطوری اجرا میکنه، سی اوت فرد رو، این فلش زرد اومده کنارش که داره اجرا میکنه. شیفت F5 زدم. خب پس حالا مثلا اگه من بگم if b مساویه با a، این چیکار میکنه؟ یکی ممکنه برنامه رو اینطوری بنویسه، خب خیلی برنامه بدیه این، مثلا یکی ممکنه ای رو اینطوری بگیره، خب بعد بگه من میخوام با این با یه تیر دو نشون بزنم، هم بی رو میخوام بذارم توی ای، هم اگه غیر صفر بود اینجا بنویسه غیر صفر، در غیر این صورت بنویسه صفر، درسته؟ پس این برنامه میگم خطای کامپایلری نداره، از نظر دستور زبان سی کاملا درست هست، ولی خیلی برنامه بدیه. یعنی شما اگه واقعا میخواین این کارو بکنید، اینو من اگه F7 بزنم که کامپایل بشه یه دونه چیزم به من میده، اختارم در ضمن میده، باز اختارش باز همونه، بیا اکسو میذارم 9 که دیگه این کارو نکنه. پس ببینید اینجا کامپایلر حتی به شما اختار هم نداد، کامپایلر ویژوال سی حداقل ممکنه مثلا کامپایلر سی شارپ به شما اختار بده، بگه آقا حواست هست چیکار داری میکنی یا نه، این جمله بی مساوی ای احتمالاً خطاه. اگه میخواید یه همچین کاری بکنی، یه همچین برنامه بنویسید، باید بگید بی مساوی ای اینجا، بعد اینجا بگید اف بی مثلا این کارو کن، یا حتی خیلی ها الان میگن آقا این بی رم اونجا نباید بذارید، باید بگید مثلا if بی نامساوی با صفر این کارو بکن. این وقتی که خیلی واضحه، یعنی وقتی که شما نگاه میکنید قشنگ متوجه میشید که منظور ما دقیقا این بوده که چک کنیم ببینیم بی صفر هست یا نه. مثلا اینطوری نبوده که شما میخواستید بنویسید بی کوچیکتر از 3، بعد مثلا مامانتون صداتون کرده گفته بیا نهار بخور، یادتون رفته بقیهشو بنویسید و برنامه رو همینطوری ول کردید رفتید. ولی از نظر من اشکالی نداره، از نظر من if b اشکالی نداره بذارید، مثلا if not b اشکالی نداره، هیچ دلیلی نداره یه همچین چیزی رو بذارید یا مثلا حتما این کار رو بکنید. ولی خب میگم بعضیا سلیقه شخصیشون اینه که میگن این کار رو نباید بکنید. یه چیز دیگه ای که اگه یادتون باشه سر کلاس صحبت کردیم، مثلا بعضیا میخواستن ببینن اگه متغیر a یا مثلا b بین 3 و 5 هست یا نه. خب که من اگه یادتون باشه بهتون گفتم این از نظر منطقی غلطه، این کاری که شما میخواییم بکنید رو نمیکنه، ولی از نظر دستور زبان سی اشکالی نداره. خب حالا ویدیو رو نگه دارید خودتون بگید چی کار میکنه این. ببینید اولویت این کوچکتر یا مساوی و این کوچکتر یا مساوی برابره، باید به کتاب مراجعه کنید ببینید که آیا از راست به چپ اینا حساب میشن، یعنی آیا اول این حساب میشه مقدارش هرچی که شد صفر یا یک دیگه، درسته اینا شرطه، این بی کوچیکتر یا مساوی 5 یا صفر میشه یا یک میشه، درسته؟ و اون وقت صفر یا یک میاد اینجا. این در صورتیه که این عملگر از راست به چپ حساب بشه، اگر هم از چپ به راست حساب میشه که اون وقت اول این حساب میشه
B آیا بزرگتر یا مساوی 3 هست یا نه. اگه هست مثلا این 1 میاد، بعد حالا میگیم آیا 1 کوچکتر یا مساوی 5 هست، اگه نه 0 کوچکتر یا مساوی 5. پس این عبارت B بزرگتر یا مساوی با 3 کوچکتر یا مساوی B کوچکتر یا مساوی 5، این عبارت همیشه درست در میاد. چرا؟ چون اول شما دارید فرض میکنید این انجام میشه که حالا این بسته به این که B بزرگتر یا مساوی 3 باشه یا نباشه، یا 0 حساب میشه یا 1 حساب میشه. که چه 0 حساب بشه چه 1 حساب بشه، اینجا به هر حال 0 یا 1 کوچکتر یا مساوی 5، بنابراین همیشه این سی اوت درست انجام میشه. واسه همین اون کاری که شما میخواین انجام بدید انجام نمیشه. شما اگه میخواین واقعا چک کنید که بین 3 تا 5 هست، باید بگید که if A بزرگتر یا مساوی 3 و A کوچکتر یا مساوی 5 هست، اون وقت مثلا سی اوت کن بین 3 و 5، در غیر این صورت نیستش بین 3 و 5. باز یه نکته دیگه که اینجا حواستون باید باشه اینه که اولویت ها رو باید حفظ باشید. الان مثلا یکی ممکنه ادعا کنه اولویت اند بیشتره از اولویت کوچکتر یا مساوی، که اگه اینطوری باشه چطوری این عبارت حساب میشه؟ اول این حساب میشه A and A، که اگه A 0 باشه این عبارت میشه 0، اگه 1 باشه این عبارت میشه 1. بعد اون 0 یا 1 اول 3 کوچکتر یا مساوی 1 حساب میشه که غلط 0، بعد 0 کوچکتر یا مساوی 5 حساب میشه که 1. بنابراین اینا رو باید حفظ باشید که عملگرا چطوریه. هر وقتم شک داشتید پرانتز میذارید. توی کتاب دایتل شما جدول هست، همینطور که داره درس میده تو هر فصلی یه سری جدول داره که به شما میگه عملگرها چطوریه. مثلا عملگرهای منطقی صفحه 122 ترتیبشو نشون داده که مثلا میگه پرانتز اوله، بعد مثلا یه سری عملگر کست هستش، ضرب و تقسیم و غیره، اینا رو همه رو بهتون نشون داده. از کتاب دکتر داورپناه هم مثلا داره. الان من مثلا این اسلاید از کتاب دکتر داورپناه که داره میگه اول عملگرهای تکی مثلا به علاوه ای، منهای ای، منظورم ای به علاوه بی و ای منهای بی نیستا، مثلا منظورم هست سه ضرب در منهای ای، این عملگر تکیه، منهای ای اول منهای ای اعمال میشه بعد عمل ضرب انجام میشه. پس عملگر نات منها و مساویه بعد، و اینا از راست به چپ هم حساب میشن. واسه که من بگم منهای به علاوه ای، البته حالا نمیدونم چرا یکی بخواد این کارو بکنه، ولی به هر حال اینا از راست به چپ حساب میشن. بعدش عملگرهای ضرب و تقسیم و باقی مانده است که اینا از چپ به راست حساب میشن، اولویتاشون یکیه دیگه. مثلا من اگه بگم ای ضرب در 3 تقسیم بر 5، اینا از چپ به راست اول ضرب انجام میشه بعد تقسیم انجام میشه. بعد دیگه جمع و منهان، بعد مقایسه یا هستن، بعد دو مساوی و نامساوی هن، بعد عملگر اند، بعد عملگر اوه، بعد آخرش عملگر تخصیصه که این از راست به چپ انجام میشه. همونطور که قبلا دیدیم دیگه، من به تو مثلا گفتم x که یه متغیر float بود مساویه با a و بعد مساویه با مثلا یه عبارتی، خب این از راست به چپ حساب میشد. اول عبارته میریخت توی a، بعد اون عبارت مقدارش هرچی بودش ریخته میشد توی x. پس اینها رو خیلی خوب یاد بگیرید و بدونید که هر عبارتی معادل با چی در میاد. مثلا من اگه ازتون بپرسم، من چیزی که مثلا اول همین جلسه هم بهتون نشون دادم، مثلا گفتم اگه من بگم not x کوچیکتر از 1، این کدومشه؟ اول x not میشه یا اول کوچیکتره انجام میشه؟ که اینو شما برمیگردید به جدول نگاه میکنید، ببینید عملگر not اول اعمال میشه چون اولویتش از همه بیشتره، بعد این عملگر کوچیکتر اعمال میشه. یا مثلا همین سوالی که الان من داشتم راجع به a کوچیکتر یا مساوی مثلا a بزرگتر یا مساوی 3 and مثلا a کوچیکتر یا مساوی 5، اینم باز میبینید که اونجا پرانتز لازم نبود، برای اینکه اول کوچیکتر مساوی یا بزرگتر یا مساوی اعمال میشد، بعد نتیجه منطقیش هر چی که بود با هم دیگه اند میشد. ولی باز میگم خیلی سعی کنید پیچیده نکنید. اگه مثلا شما یه عبارت اینطوری دارید و میگید مثلا یا
بی بزرگتر یا مساوی 3 and بی کوچکتر یا مساوی 5. کل این عبارت یعنی چی؟ کل این عبارت اگه نگاه بکنید تو اولویت ها اول اینان کوچکتر یا مساوی ها و بزرگتر یا مساوی ها اینا اول اعمال میشن، بعدش and. الان باز تو جدول اگه نگاه بکنید and اولویتش بیشتره از or که اینجا شما دارید. پس اول این اندا حساب میشن، درسته؟ در نهایت این اور اعمال میشه. که حالا معنیش به طور کلی یعنی چی؟ معنی این به طور کلی یعنی که اگه A بین 3 تا 5 بود یا اینکه B بین 3 تا 5 بود. که معمولا ببینید وقتی یه همچین عبارتی می‌نویسید یا میتونید اینجا مثلا یه خود اسپیس بزنید که از نظر ساختاری قشنگ معلوم باشه که منظورتون چیه و کسی برنامه رو میخونه خیلی سریع بفهمه که این چی کار میکنه، یا اینکه مثلا بعضیا میان اصلا توی خطهای جدا مینویسن، یعنی مثلا این یا رو میان اینجا این بی رو اینجا میذارن که یکی نگاه بکنه بدون آها این یه دونه شرطه، اینو اول نگاه کن ببین درست هست یا نه، اور داره میشه با یه همچین چیزی. حالا علاوه بر این که این کارا رو میکنید، ایده خوبی هم هست که معمولا بذاری من اینو حذفش کنم، ایده خوبی هستش که معمولا کامنت هم بذارید، مثلا بگید if A بین 3 و 5 یا B بین 3 و 5، یا مثلا بگید if یکی از A و B یا if هر کدوم از A و B بین 3 و 5 بودن اون وقت این کارو بکن. کامنت گذاشتن میگم خیلی مفیده و الان تا الان ما خیلی کامنت نمیذاشتیم برای اینکه برنامه‌هامون خیلی زیادی ساده بود، ولی از حالا به بعد خودتون رو عادت بدید که کامنت بذارید که مثلا اگه یه عبارت خیلی پیچیده دارید بتونید مثلا قشنگ توضیح بدین که این عبارت چی کار میکنه، یا مثلا یه شرط های پیچیده مثل اینا دارید اینا رو میتونید چیز بکنید، میتونید کامنت بذارید که متوجه بشید که مثلا کل عبارت چطوری حساب میشه. بعضی ها دیگه خیلی مطب خشخاش میذارن، خب متغیر تعریف میکنن مثل مثلا int a کوچکتر از یا مثلا A بین 3 5، خب یه همچین چیزی رو تعریف میکنن، بعد اینجا میان میگن A، من کنترل رو نگه داشتم اسپیس رو میزنم بین 3 و 5 درست میشه، میگن این A بین 3 و 5 رو بیا مساوی قرار بده با یه همچین عبارتی. میگم این دیگه واقعا مطلب خشاش گذاشتنه، من خودم هیچ وقت اینطوری برنامه نویسم نمی نویسم، تازه اینا رو هم مثلا میذارن توی پرانتز، میگن اینطوری برنامه ما خواناتره، اینطوری یکی که نگاه میکنه راحت تر برنامه رو میفهمه. بعد این همین اینا هم مثلا میذارن برای بی، بعد اینجا میگن اف A بین 3 تا 5 یا B بین 3 تا 5، که میگم به نظر من نمیخوام اصطلاح لوس بازی رو به کار ببرم، ولی به نظر من دیگه این زیادیه، یعنی مثلا واقعا کسی که سی بلده میتونه واقعا به مثلا یه همچین کدی که قبلا ما داشتیم A بین 3 تا 5 یا B بین 3 تا 5 اونو واقعا میتونه بفهمه و نگاه بکنه، ولی میگم حالا بعضیا برای اینکه دیگه خیلی میخوان خیالشون راحت باشه که برنامه‌شون خیلی فوق العاده خاناست ممکنه یه همچین کارایی بکنن، که میگم مجازم از نظر سی شما میتونید یه متغیر اینتی تعریف بکنید که توش مقدار یا یک فقط میخواید باشه که مقدار درست یا غلطش میخواید باشه، میتونید اینطوری حساب بکنید اگه دلتون بخواد. بسیار خوب، من فعلا فقط همینقدر دارم که صحبت بکنم، حالا جلسات بعدی چیزای بیشتری اگه به ذهنم رسید راجع به عبارت ها و اینا اضافه میکنم دیگه. خب من توی این جلسه الان میخوام یه سری خوردریز دیگر هم که نگفتم به اضافه بکنم. یکی از چیزهایی که ما تا حالا دیدیم توی سی اوت این بود که مثلا میتونستیم بگیم که ای 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 بکسلش ان بی بی بی، که میدونیم بکسلش ان چیکار میکنه، بکسلش ان میره سر خط بعدی، درسته؟ یه چیز دیگه ای که توی تمرین بهش اشاره کردم کاراکتر بکسلش تی هستش، که بکسلش تی همون تبه، ببینید کاراکتر تبو که ما میزنیم مثلا میره سر ستون بعدی، مثلا هشتا میره جلو یا
یا مثلا انقدر میره جلو که مضربی از هشت بشه ستون ما. بکسشتی هم دقیقا همون کارو میکنه، بکسشتی میره سر ستون بعدی. دیگه کنترل کاراکترهای دیگه ای هم هست، مثلا بکسلش ای بوغ میزنه، نمیدونم مثلا بکسلش بی یه دونه کاراکتر برمیگرده عقب، بنابراین مثلا فرض کنید اینجا نوشتم بذاریم بکنمش مثلا A B C D E F بکسلش T G، بعد بوغ بزنه یه دونه بره عقب H. خب بذاریم اینو من کنترل F5ش بکنم. خب ببینید G ننوشت، دقت کردید A B C D نوشت، اومد خط پایینی E و F رو نوشت، یه دونه تب کرکتر زد که 8 رفت جلو، G رو نوشت، بعد بکسلش B یکی برگشت عقب، H رو نوشت. که حالا بکسلش B به چه دردی میخوره؟ بکسلش B مثلا دیدید یه سری برنامه هایی هستش که نشون میده چند درصد کار رفته جلو، مثلا میگه 5%، 10%، 20%، 90% و اینا، اونو با بکسلش B میشه انجام داد. شما میتونید مثلا درصد تعداد دفعاتی که مثلا انجام دادید کار رو برید جلو بنویسید، بعد با بکسلش B برگردید عقب روش و درصد جدید رو بنویسید. بعد دیگه از عملگرها یه سری چیزهای دیگه مونده. عملگر خیلی زیاد داره سی، حالا کم کم ما میبینیم، ولی مثلا یکی از کارهایی که شما میتونیم بکنیم، مثلا اگه میخوام بگین A مساوی A به علاوه 5، مثلا یه متغیری 5 تا بره جلو، به جای این کار میتونید بگید A به علاوه مساوی با 5، که این همون معادل A مساوی A به علاوه 5. راجب متغیرهای اینت میتونید این رو به کار ببرید، فلوت میتونید به کار ببرید، مثلا تقسیم مساوی با 8 که این یعنی x مساوی x تقسیم بر 8. بازم حالا این هم باید بدونید دیگه، وقتی که این 8 عدد صحیحه، این x عدد اعشاریه، x تقسیم بر 8 به شکل اعشاری انجام میشه. همیشه یادتون باشه این تو به اعشاری تبدیل میکنه. یعنی اگه من مثلا یه عبارت اینطوری داشته باشم بگم مثلا x تقسیم بر a به علاوه 5، ببینید این درست a عدد اینتجره، ولی چون این عمل تقسیم داره بین عدد اینت و عدد دابل انجام میشه، مقدار عددی a رو به دابل تبدیل میکنه، x رو تقسیم بر اون دابله میکنه، بعد با 5 جمعش میکنه. پس عملگرهای به علاوه مساوی داریم، منها مساوی داریم، ضرب مساوی داریم، تقسیم مساوی داریم، درصد مساوی هم داریم که فقط برای اینتجر حساب میشه دیگه. بنابراین از اینا میتونید استفاده کنید به جای چیز. اگه میخواید بگید a به علاوه مساوی 1، اگه فقط یه دونه میخواید اضافه کنید به یه متغیر، میتونید به جاش بگید a plus plus. خب بنابراین این الان یه جمله کامله توی c. مثلا شما میتونید بگید a مساوی با مثلا 3 اینجا، a به علاوه مساوی 5 میشه 8، a رو پلاس پلاس کنید میشه 9. اگه من اینجا بکنم c out a، اینجا 9 برای من باید بنویسه روی صفحه، 9 نوشت. خب اینو میتونید اینطوری هم بنویسید، پلاس پلاس a به جای a پلاس پلاس، که فعلا الان بذارید وانمود کنیم که فرقی بینشون نیست، بعدن حالا بهتون میگم که اینا چه تفاوتی داره. پس عملگر پلاس پلاس داریم، ماینس ماینس هم داریم. برای مثلا میتونید بگید ماینس ماینس A یا A ماینس ماینس، یعنی یه دونه از A کم بکن. معمولا هم راجع به اینت به کار میره، حالا مثلا راجع به فلوت هم میتونید به کار بره، مثلا 6.7. خب بعد اگه بگم X پلاس پلاس، الان مقدار رو نوشت 7، بعد 7.7 اکسمون ایمون شدش 7، اکسمون شد 7.7. ولی معمولاً اینو پلاس پلاس رو معمولاً برای متغیرهای اینت به کار میبرن، معمولاً تو حلقه ها به کار میره، تو شمردن مثلا چیزا به کار میره، یعنی که میگم. ولی خب به هر حال تو فلوت هم میتونید استفاده ازش بکنید. عملگر بعدی که شما توی تکلیفتون هم قرار بود راجع بهش صحبت بکنید این بود که بگید A مثلا A مثلا چه بدارم B مساوی A شیفت به 2.
خب این یعنی دو تا بیت شیفتش میده. حالا اینکه بیت چیه اینو با هم دیگه میبینیم، احتمالا من جلسه بعدی که ضبط بکنم راجع به چیز مبنای مکمل دو و مبنای مثلا مبنای دو یه عدد صحبت میکنم که اینا قشنگ جا بیفته، ولی الان برای شما این شیفت دو یعنی معادله با اینه که بگیم A ضبط داره دو به توان دو. اگه من میگم مثلا A شیفت به مقدار 5 این یعنی A ضبط داره 32، A ضبط داره 2 به توان 5. حالا میگم وقتی نمایش باینری رو ببینیم اینا بهتر جا میفته، که حالا اگه بخواید بگید A مساوی A شیفت 5 میتونید اینطوری هم بنویسیدش، A رو به اندازه 5 تا شیفت بده که اینطور هم میشه. ولی میگم حالا اصلا کلن استفاده از این عملگر شیفت کمتر به کار میده توی سی، مگر اینکه مثلا یه سری برنامه هایی داشته باشین که بخواد رمزنگاری بکنه و تو الگوریتم های رمزنگاری از این عملهای شیفت زیاد به کار میره، که اونو میگم دیگه خیلی تخصصی میشه و لزوما شما خیلی استفاده نخواهید کرد. ولی فقط اینو بدونید که از نظر کامپایلر و از نظر زبان سی اگه میخواین یه عددی رو ضبط در یه مضرب چی میگن توانی از دو بکنید، شیفت خیلی سریعتر اون کار رو انجام میده. برای مثلا A شیفت 5 خیلی سریعتر از اینه که بگید A ضرب مساویه با 32. این از این نکته ها. پس عبارت ها رو الان ما مقدار زیادی از عبارات رو میدونیم، الان فقط تعداد کمی از چیزا عملگرا مونده که شما بلد نیستین راجع به زبان سی. یکیش عملگر علامت سواله که بعدم بهتون نشون میدم، یکی دیگهش عملگرهای بیت به بیتن، یعنی شما یه سری عملگری دارین که میتونه اند بکنه دوتا عدد صحیح و هر بیتشون رو با هم دیگه اند کنه، که میگم اینا معنی نمیده خیلی براتون تا وقتی که ما مبنای دو رو با هم دیگه مرور بکنیم، اون وقت میتونم راجع به این عملگرها باهاتون حرف بزنم. یکی از کارهایی که مفید هست بکنید اینه که یه مقدار این تابه ها رو، تابه های ریاضی رو نگاه بکنید. مثلا x مساوی اکسپوننت 2 ممیز 3 4 5، این بد نیست که بدونید چه جور توابعی وجود داره توی سی. سینوس هست، کوسینوس هست و غیره هست. و توی هلپ گرفتن بعضی وقتا ممکنه شما به نظر بیاد که هلپ خیلی پیچیده است و به سختی میشه چیزی ازش یاد گرفت. مثلا من رو همین exp که تابع ای به توان یه چیزیه، اکسپوننت رو من الان میخوام ازش هلپ بگیرم، f1 رو میذارم، ببینید بهتون یه عالمه اینجا انتخاب میده، میگه مثلا اکسپوننت ماره C++ لنگویج و C++ لایبرریه، بعدی ویژوال C++ پروگرامرز گایده، دوباره با C++ لنگویج لایبرریز، ویندوز CE تولکیت برای ویژوال بیسیک، پس این مال زبون بیسیکه، این به در شما نمیخوره. این یکی میگه WFC and Java Reference، این هم احتمالا به درتون نمیخوره. پس یکی از این ستاست، ولی مطمئنم نیستیم کدومه، چون C برای مثلا یه دونه تابع اکسپوننت چند جور مختلف داره توی C++، معلوم نیست کدومش اونیه که به در شما میخوره. برای این روی یه دونش کلیک میکنید این به نظر نمیاد درسته، این داره به شما میگه اکسپوننت تمپلت یه دونه علامت کوچیکتر کلاس تی بعد ول اری تی، برای این نیست احتمالا. خب میتونید یه بار دیگه F1 بزنید روش، حالا دومی رو انتخاب بکنید، پس اینو میگم دیسپلی، بله این به نظر درست میاد، میگه که اکسپ کلکیولیت دی اکسپوننشال دابل exp دابل x، یعنی ورودیش یه دابله، یه متغیر x دابل، خروجیش دابله. و بعد معمولا هم اینا میگه ریترن ولیوتون چقدر، انگلیسی توضیح داده که مثلا چه مقداری رو براتون برمیگردونه. معمولا مثالم داره، مثلا الان exp.c یه مثالی اینجا میگه دابل x مساوی 2 ممیز c، احتمالا شما تو ویدیو نمیتونید بخونید اینو، ولی یه مثالی ازش زده و بهتون میگه که خروجی اون برنامه‌ای که هستش یه همچین چیزی خواهد بود. بعد ببینید مثلا الان میگه این پایین میگه یه چیزی که شبیه بهشه، مربوط بهشه، لاگه، یه تابع لاگ داریم که میتونه لوگاریتم حساب بکنه. این یکی الان میگه floating point support routines که وقتی کلیک میکنیم
توابعی ببینید اینجا یه عالمه تابع گفته دیگه، بذارید من الان لیست رو خیلی سریع فقط برم پایین. ابس که ابسولوت چیز میکنه، مقدار مثبت یعنی منفی رو به مثبت تبدیل میکنه، آرک کوسینوس، آرک سینوس، آرک تانژانت، اینو فعلا کاری نداریم باش. A to F، بسل، تابه های بسل مثلا خودم هم نمیدونم چی چی هست. سیلینگ سقف میگیره، مقدار اشاری رو روند میکنه به طرف بالا. کوسینوس، کوسینوس هایپربولیک، بعد نمیدونم اینجاها باز F apps که راجبش صحبت کردم، گفتم تو if اگه میخواین ببینید یه عدد اشاری مقدارش مثلا فرض کن 3 هست یا نه، F appsشو میگیری، تفاضلشو F appsشو با مقایسه میکنیم با عدد خیلی کوچیک. فلور باز چیز میکنه، روند میکنه به طرف پایین. چیزهای مهم دیگه ای که باید بلد باشید، لاگ در مبنای دهه، اینایی که آنرسکور داره معمولا چیزه، معمولا خیلی یه خود تخصصی تره، مثلا شما معمولا با اونو کاری ندارید. بعد POW که پاور، الان من روش کلیک که بکنم به شما میگه پاور X و Y، بعد دابل بر میگردونه داره به شما میگه که اکستون بیس پایه است، وای اکسپوننت توانتونه، پس اکس به توان وای رو حساب میکنه. بعد میگه حالا اگه مقدارای اکس و وای چقدر باشه مقدار برگشتیش چقدر میشه، مثلا اگه اکس صفر باشه، اگه وای صفر باشه و غیره، بهتون میگه که مقدارا چقدره. printf رو باید براتون توضیح بدم. printf مثل سی اوت میمونه، منتها توی سی ازش استفاده میکردن نه توی سی پلاس پلاس. رند رو توی یکی از تکلیفاتون باید استفاده بکنید. باز دوباره سینوس، sqrt چیز میگیره، جذر میگیره، ریشه یه عدد رو میگیره. اس رند هم باز تو تکلیفتون گفتم که به کار ببرین. تانژانت و تانژانت هایپربولیک، اینا تابه هایی که شما میتونید استفاده کنید. اگه بخواین از این تابه استفاده بکنید باید که math.h رو به کار ببرید، پس میگید include math.h، بعد اینجا میتونید بگید مثلا x هستش exponent مثلا فلان، که بتونه اون وقت کامپایل بکنه براتون. دیدید که مقدار ای هم که نوشت مقدار الکیه، یه عدد منفی بزرگ بود، ببینید منهای 8.5899 غیره، که اینم تعجبی نداره دیگه چون ایو مقدار دهی اولیه نکرده بودیم. ولی خب حالا اگه من مثلا بگم 6، کنترل F5 بکنم، اکس هم شد 6. 10.43 هم هستش ای به توان 2.345 که اونجا داشتیم دیگه. پس میگم با این توابع بازی بکنید و ببینید که هر کدوم چی کار میکنه، میتونید خیلی راحت مثلا ازشون استفاده بکنید. تو تکلیف ها من بعضی وقتا ازتون خواستم که مثلا از توابع سینوس، کوسینوس اینا استفاده بکنید که ببینید چطوری میشه دیگه. خب من فقط این نکته رو بگم، تو خیلی از این مثال ها، مثلا توی همون مثالی که اینجا راجع به پاور بود یا مثلا اکسپوننت بود، اینجا این پایین یه داره پرینت اف داشت که میگفت پرینت اف نمیدونم اکسپوننت درصد اف مساویه با درصد اف بکسلش ان و غیره، که اینو من فقط برای اینکه شما بالاخره برنامه های سی رو شما باید بتونید بخونید و یاد بگیرید و بفهمید. شما میتونید خودتون همیشه از سی این سی اوت برای گرفتن متغیرها و نوشتن متغیرها و چیزهای مختلف استفاده بکنید، ولی خب برنامه های سی که دیگران نوشتن رو هم باید بفهمید. توی سی به جای سی این، سی این سی ها توی سی پلاس پلاس اضافه شد به زبون سی، ولی توی خود سی اولیه ما اینطوری چیز میکردیم، ورودی میگرفتیم. به جای سی این من میگفتم اسکن اف درصد دی کاما بعد امپرسند ای، که حالا این امپرسند ای چیه؟ وقتی که من بهتون راجع به متغیرها و حافظه درس بدم معلوم میشه که این امپرسند ای یعنی چی. فعلا فقط این یادتون باشه که به جای سی این ای برای متغیر صحیح میزنید اسکن اف درصد دی امپرسند ای، و اگه میخواین عددتون عدد اعشاری رو میخواین بخونید میزنید درصد اف امپرسند اکس. خب پس درصد اف یعنی فلوتینگ چیزو بخون، درصد دی یعنی اینتجر رو بخون. میتونید چند تا پارامتر بدید، مثلا میتونید بگید ای و بی رو بخون، که اون وقت میدید درصد دی بخون و بعد اینا رو بگید. که وقتی کنترل فمی زنم
ارور هم میده طبیعتاً. اسکنف میگه که نمیدونم چی چی هست، برای اینکه باید اینجا بزنید include stdio یعنی standard input output که همون scanf و printf. کنترل F5 که میزنم اینا الان مثلا A رو داره میگیره 34، B رو داره میگیره مثلا من میگم 56، X رو داره میگیره من میزنم 3456 که مقدارا رو گرفتش. حتی شما میتونید اینجا ترکیب بکنید، یعنی میتونید بگید درصد دی درصد دی درصد اف، بعد اینا رو ردیف پشت سر هم بذارید. ولی خب میگم مثلا اسکن اف مشکلات خودش رو داشت دیگه. مثلا اینجا اگه شما اشتباهی بزنید درصد اف بعد درصد دی بعد ای که اینتجره درصد دی درست میخونتش، بی قرار بود درصد دی استفاده کنید ولی درصد اف استفاده کردید، غلط قرود میشه و اینا. بذار من اون F10ش بکنم فقط برای اینکه ببینید اینا چی میشه. خب پس F10 حالا درصد D درصد F درصد D دیگه، من فرض کنیم میزنم 12 34 56 که اینا قاعدتا باید درست میبود، با این تفاوت که من اسکن افامو اشتباهی زدم. اینکه حالا این امپرسند ای چیه میگم وقتی برسیم به حافظه خواهید دید که این امپرسند ها یعنی چی، ولی الان فعلا هر متغیری بخواید خودتون اضافه کنید اینجا میتونید بذارید A B و X. خب A شد 12، B شد یه عدد بزرگ خیلی عجیب غریب، B شد 11 0 7 8 2، X هم شد منهای 9 2 2 5 9 9 و غیره. ببینید من چی وارد کردم، 12 34 56، 12 درست رفت توی A چون اینجا A داشتم و درصد D درصد F، ولی درصد F اشتباهی من به کار برده بودم برای یه متغیر صحیح که اشتباه شد. واسه همین درصد در همین مشکلات اسکنف و پرینتف بود که ملت گفتن اصلا ولش کن، ما سی این و سی اوت میکنیم. سی اوت خودش باهوش هست، خودش میفهمه که این ای اینتجره، میفهمه که این اکس فلوته و مقدارای درست رو باید بریزه توشون. برای اگه شما به جای این اسکنف نوشته بودید سی این ای بی و اکس، اون 12 15 و چی بود 12 34 و 56 که من وارد کردم اینا درست وارد A و B و X میشد. خب printf شبیه به scanf هست. بذار من حالا اول اینو درستش کنم. printf هم شما میگیم printf پرانتز مثلا سه عدد وارد کنید. خب اینه که شما میگین cout سه عدد وارد بکنید، کنترل F5 سه عدد وارد کنید 12 34 56. حواستون هم باشه ببینید من اینجا 12 زدم اسپیس 34 انتر 56، میتونستم بزنم 12 انتر 34 انتر 56 یا بزنم 12 اسپیس 34 اسپیس 56 اسپیس، فرقی نمیکنه از نظر سی وقتی که داره ورودی میخونه، چه تو سی این چه تو اسکنف همه این انترا و اسپیس ها و اینا رو از روش رد میشه و می‌نویسم این 12 و اینا هم که همین این سی آتی بود که من این آخر داشتم. حالا فرض کنید من میخوام بگم که بیا x مساوی اکسپوننت a، میخوام بگم که این عددهایی که وارد کردید اینها بود. خب توی سی آت شما چیکار می‌کردید؟ میگفتید مثلا سی آت بعد مثلا عددی که وارد کردید مثلا مساوی بود با بعد اینجا a رو می‌ذاشتید و مثلا b و غیره. خب اینطوری می‌نوشین توی سی اوت دیگه، درسته؟ توی printf اگه بخواید این کارو بکنین میگیم printf عددی که وارد کردید مساوی بود درصد d، یعنی بنویس یه عدد صحیح رو کاما درصد d بکسلش n هم می‌کردید، بعد به عنوان پارامترا می‌دادید a و b، بعد میتونستیم بگیم printf مثلا اکسپوننت درصد f، یعنی این اکسپوننت پرانتز رو عین اونی که هستش مینویسه، درسته؟ فقط به جای درصد f چیز میکنه اون. بذار حالا من این x رو y بکنم، میگه اکسپوننت درصد f مساوی با درصد f و کسلش n کاما
اکس به عنوان ورودیمون بود، وای به عنوان خروجی. پس این میگه که آقا به جای این درصد اف مقدار عددی اکس رو بذار، به جای این درصد اف مقدار عددی وای رو بذار و این عبارت رو برام بنویس. دقت کنید که توی اسکنف شما این امپرسندا رو میذارید، توی پرینت اف نمیذارید، عین خود متغیرها رو مینویسید. حالا اینو من اگه اجراش بکنم، مثلا من 12 34 2 ممیز 45 رو وارد میکنم، عددی که وارد کردین 12 34، بعد میگه اکسپوننت، اوف این عدد اشتباه شد، این درصد افی که من به کار بردم ظاهرا اینجا درست کار نکرد، که من برای اینکه این مال فلوته شاید هم نه، من همین الان اصلا نمیفهم این چرا درست کار نمیکنه، ولی بذارید 12 34 مثلا 2 ممیز 34، بله حالا درست شد، اکسپوننت 2 ممیز 34 مساویه با 10 ممیز 3812. توی سی پلاس پلاس درصد اف مال فلوت، بعد فکر میکنم اگه دابل دارید فکر میکنم ما باید بزنید درصد الف، الان من یادم نمیاد، ولی باز میبینید الان مثلا منی که الان 10-15 سال سی کار کردم، من الان یادم نمیاد که مثلا مال دابل چی بود، فرمتش مال فرمت فلوت چی بود. توی سی اوت شما مثلا هیچ دلیلی نداره نگران این چیزا باشی، سی اوت خودش میفهمه که اینا دابلن یا فلوتن یا هر چی هستن، خودش مقدار درست رو شما میده. نه درصد الف هم ظاهرا نیستش. حالا اینو من باید هلپ بگیرم بفهمم که برای نوشتن دابل ما از چی باید استفاده بکنیم، و میگم باز حالا این پیچیدگی ها هست که حالا چطور درصد اف برای فلوت کار کرد ولی حالا درصد اف برای پرینت اف کار نمیکنه. اینا نکته هایی که حالا میگم نکته های خیلی ریزیه که شما هم لزوما دیگه نباید درگیرش بشید، برای اینکه شما ها سی پلاس پلاس دارین یاد میگیرین و اگه برنامه ای میخواین بنویسین اینا رو با سی این سی اوت مینویسید. اگه یه برنامه بود که قدیمی بود، یکی دیگه نوشته بود، مثلا چه میدونم یه برنامه‌ای که سیمولاتور هواپیماست به فرض، شما میخواین نگاه بکنین، اون ممکنه از این پرینت اف و اسکن اف داشته باشه که اون موقعی که موقعش پیش بیاد شماها هلپ میگیرید، نمیدونم رو وب میرید میگردید بفهمید پرینت اف مثلا درصد ال اف چی چی هست، چی کار میکنه. احتمالا شما مثلا خود پرینت اف هم اف 1 بزنید به شما از این فرمت ها و اینا نشون میده که چیه. printf بیا format specifications روش اگه کلیک بکنید به شما یه عالمه از این چیزها رو نشون میده که مثلا درصد یه سری flag داره، width داره، precision داره که با چه دقتی یه متغیر رو print کنین، چقدر مثلا طول میدانش باشه و اینا. اینا رو من بعدا فقط بهتون یه سری مثال نشون میدم که فقط بدونید که اینا چطوری کار میکنه، ولی ازتون من انتظار ندارم که اینا رو یاد بگیرید. خیلی خب، همینقدر فعلا کافیه. فکر میکنم همه قدی که بدونید پرینت اف و اسکن اف چیه حداقل میتونید برنامه های سی رو بخونید. ممکنه حالا خودتون نتونید برنامه خوب با پرینت اف و اسکن اف بنویسید، ولی حداقل خوندنش رو میتونید متوجه بشید که چطوری میخونه و مینویسه. خیلی ممنون.